سلام عزیزا، خوش آمدید به برنامه آشپزی امروز ما. باز هم خوش هستم که امروز مهمان خانه های شما هستم و یک غذای بسیار خوب و مزه‌دار براتون آماده می‌سازم. شما هم آماده شما آماده بسازید و همه تیار غذای خوب برای خود آماده بسازید. کسایی که از طریق فیسبوک خواستن که برایشان یک بال مرغ آماده بسازیم، بال مرغ چندی بار به شکل‌های مختلف آماده ساختیم. امروز هم می‌خوایم که به یک شکل دیگه آماده بسازیم که مزه بسیار خوب داره و از جاتر به شکل آمریکایی آماده میشه که همراه با یک سوسی است به نام تریاکی سوس میگن و همراه با سویا سوس، همراه با مسالا و همراه با مواد دیگه اینا همش آماده شده و اینجا فقط وقتی که گوشت آماده شد کاملا سرخ کردیم و تیار شد، بعد از اون ما سوس بالا گوشت اضافه میکنیم، خوب یک مخلوطش میکنیم، بعد از داخل بشقاب چنده و نوش جان میکنیم. یعنی یک غذا بسیار ساده، آسان و لذیذی است که ما میتونیم بر خود آماده بسازیم. وقتی کمی را در بر میگیره تا آمادهش کنیم، آماده ساختنش هم بسیار آسان است و این که دیگه چی مواد را اضافه میکنیم داخل زی کدام مصالحه است و سبزیجاتی که ما میخوایم امروز آماده بسازیم، یک سالاتی که آماده میشه چهار طرفش میریم مواد لازمش را میبینیم و بر میگردیم. بال مرغ، روغن زیتون، بروکلی، آب لیمو، نمک، مرچ سیاه، سیر میده شده، روغن نباتی، توریاکی ساس، دانه کنجد. خب از این مواد لازم شگرفته، با این مواد ما میتونیم گوشت بسیار مزه‌دار آماده بسازیم، ولی پیش از آماده ساختن هر غذا ما ضرورت داریم که اول من خود دستکش ضرورت دارم، به خاطر از میخوایم که غذای خوب آماده بسازیم، صحی باشه و دل بیغم آبادش کنیم که از نگاه صحی بودنش دل ما جمع باشه. و همچنان گوشتی را که امروز ما میخوایم آماده بسازیم، اگر شما وقت داشته باشی باید که تقریبا دو ساعت پیش، هر چی زیاد شود همه بهتر است، ولی دو ساعت باید که اخته شود. هر چی زیادتر اختهش کنیم همه قدر بهتر و خوبتر آماده میشه. خب در کل این قسمت میبینم ساسم بعدن ضرورت میشه. بعد کنار از این غذا ما گفتم ما یک سبزی هم داشته باشم. میفهمی چیست؟ بروکلی داشی است. در کنار هر غذای سرخ شده باید سبزی داشته باشیم که در مقابلش استاد شده و همو چربی زیر از بین ببره. پیش از اینکه گوشت آماده بسازم، به خاطر داخل داشت کمی وقت میگیره، ما باید بروکلی را آماده بسازم که آلمین فایل ضرورت داریم. این بار میخوایم به شکل دیگه آماده بسازیم. خب این هم آلمین فایل و این هم به اندازه یک قاشق چایخوری روغن زیتون. این هم بروکلی بسیار مزه‌دار و لذیذی که واقعا برای کسایی که میخوان وزن کم کنن بسیار مفید است، فواید بسیار زیادی داره. این همین رقم میکسارم و باز هم یک کمکی روغن زیتون، کمکی آب لیمو به میاندازه کمکی نمک، بسیار کم، زیاد نیست، بسیار کم. اینو میفهمی که خود نمک هم باعث چاقی زیاد میشه و یک کمکی مرچ سیاه، بسیار کم، فقط همینقدر خوشبوی زی همراه با زینا یک جا شد. و حال از این قسمت یعنی هر چهار طرفش بند شد و به شکل دم پخت آمدش کنیم. این هم آماده ساختنش آسان است، وقت کمی در بر میگیره و همین رقم بستش کردیم. میبینی؟ خلاص آماده است و داخل داش میگذاریم. داخل داش حرارت برش میرسه، آلومینیوم فایل نمیگذاره که چهار طرفش بسوزانه، ولی خود پختش میکنه. خب او خواه آماده شد و حالا نوبت گوشت مرغ میرسه که گوشت مرغ هم آماده بسازیم. به یک دانه کاسه که خرد ضرورت دارم من ای را میاریم، این قسمت میگذاریم و ای هم بال مرغ. در بازار، در مارکت ها بال مرغ پیدا میشه دو رقم، یکی کلان کلانش هست و یکی خرد خردش هست. شما میتونی هزار کدامش که استفاده کردیم.
این رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. یکی قسمتش گوشدار و این قسمتش گوشتش کمتر است. از این کمتر که گوشدار داخل کاسه اضافه میکنیم و یکی کلانتر است. این رو یک برش میکنیم از این قسمت. این رو داخل کاسه اضافه میکنیم. و این دومش کس یک کمی کلانتر و این رو همین رقم یک برش از این قسمت و یک برش از این قسمت. این کمک دهیم میشه که گوشت زودتر پخته هم شود و مزه بسیار خوب هم داشته باشه. و همچنان همه مواد در قسمت داخلش هم باشه. یعنی ما که میخواییم مختش کنیم باید که مزی خوبی رو بر خود داشته باشه. ایرام اضافه میکنیم از این قسمت برش میکنیم و ایرام از این قسمت. خلاص ببینی بسیار ساده و آسان. و این قسمت گوشت و مرغ استفاده نمی کنیم به خاطر از اینکه گوشت نداره. دیگه از چیزها رو که ما سرخش کنیم. خب بیام از این قسمت برش. خلاص شد. یک دو تگک خورده دیگه آمانده. این هم برش میکنیم. خب اصلا خب یک برش میزنیمش به خاطر موادش فرق نداره. این خلاص این آماده شد. گوشت آماده ساختیم و همراه با چی رخته کنیم که مزه خوبی داشته باشه، طعم خوبی داشته باشه، بسیار لذیذ آماده شوه و زود نرم هم شوه. یکی سرکه و یا آب لیمو. من خواهم میگم آب لیمو بهتر است. یام آب لیمو یک مقدار که ضرورت داریم و به خاطر اینکه خوشبویش زیاد شوه یک کمی هم مرچ سیاه و غذا که نمک نداشته باشه هیچ مزه نداره. ولی با اون اندازه نمک اضافه نمی کنیم که شورش کنیم. خود ساس هم نمک داره پس به اندازه باید باشه. و دو چیز دیگه که خب من گفتم که زیادتر موادای در بازار آمده که آشپزدار تنبل ساخته. سیر میده شده است، یعنی به شکل پیست یا همینطور که روب آماده می سازن این هم آماده شده. از این هم به اندازه نیم قاشق چایخوری اضافه میکنیم و این هم خب او زنجفیل و این هم چی بود؟ سیر. پس دوباره این رو داخل یخچال نگه داریم میکنیم تا همیشه ما تو تازه باشه. خب از شما دیده که این دوتا ما به این شکل آماده ساختیم. سیر هم اضافه کردیم و آب لیمو، مرچ سیاه، نمک و حال همین رقم همه مواد را یک کمک مخلوط میکنیم. همراه با قاشق نمیشه، همراه با دست خود خوب همین رقم با فشار مخلوطش کنیم. خوب با فشار مخلوطش کنیم، با فشار مخلوطش کنیم تا همه مواد را برای خود جذب کنه. خب همین رقم همین رقم همین رقم ادامه میدیم تا وقتی که گوشت بسیار خوب آماده شه. همین رقم شما آمادهش کنی یک شب پیش داخل یخچال نگهداریش کنی و وقتی که دلتون شد سرخوش کرده همراه با ساس نوشی جان کنی. بعضی وقتا یکان میمانی که میباشم شما میتونی همین رقم یک گوشت بسیار خوب برای خود آماده بسازی. ای که با این ساس یا به این شکل مچرق میدیگه میتونیم که غذا آماده بسازیم. میریم بعد از یک وقت برتون. با شما هستم دوست عزیز. بخش دوم برنامه است و باز هم همه ادامه میتیم به میریخم مخلوط کردن از این تا وقتی گوشت همه مواد رو بره. یکی که همین لذی رخته کردیم و دوم دیگه شما خوب مخلوطش نکنیم باز مزه نمیگیره بر خود، یا هم مواد رو به خود جسم نمیکنه. باید که متوجهش زیادتر باشیم و همراه با این ساس گس یا هر شکل ماخزایی که ما میخوایم برای خود آماده بسازیم ما میتونیم که از قسمت ران مرغ آماده بسازیم برای خود. یعنی قسمت ران مرغ ما میتونیم که به این شکل یا استخواندار یا بدون استخوان برای خود آماده بسازیم. میتونیم از قسمت سینه مرغ آماده بسازیم. ساسش زیاد باشه یا کم باشه او همش به دست خود ماست. کسایی علاقه دارن که غذایی که برای خود آماده میسازن میخوان که از کچپ یا دیگه موادی که میباشه زیادتر باشه یا قرمه زیادتر داشته باشه. و بعضی کسای دیگه هستن که اصلا هیچ خوش ندارن از
این موادی که آماده میسازن یا ساز داشته باشه یا کچپ داشته باشه یا قورمه داشته باشه هیچ خوش نداره. پس خودتان به مدلتان که میخواید ما اون رقم برای خود آماده بسازید. حالا ضرورت به یک تخم پزی دارم من. یک تخم پزی هم واره میکریم. اصلا این غذایی که هست باید داخل روغن زیاد سرخ شوه. یعنی دیپ فرای شوه، روغن زیاد باشه. خوب پخته شد. ولی من نمیخوام قدر هم روغن اسراف کنیم و هم غذا را زیاد سرخ کنیم و غذا سرخ شده باشه که همه غذا سرخ شده زیادم به صحت مفید نیست. به این خاطر میخوام که قدر زیاد سرخش نکنیم. میخوام که فقط داخل روغن کم آمادش کنیم و او را به شکل دم داده اگر آماده شد رقم از قسمت مغز گوشت آماده میشه. خب روغن داخل دیگه اضافه میکنیم. روغن داخل تخم پزی هست، آهسته آهسته حرارت برای خود میگیره، گرم میشه. وقتی گرم شد همین گوشت های مرغه یک یکی داخل تخم پزی اضافه میکنیم، میگذاریمش تا پخته شود. پیش روش وقتی پخته شد پس یک کاسه کلان دیگر میگیریم، داخل اضافهش میکنیم، چهار طرفش مکمل خوب مخلوط میکنیم، داخل بشقاب میکشیمش و تزیینش کرده نوش رو جان میکنیم. در کنارش اگر یک دان لیمو داشته باشه بسیار خوب میشه. ولی ما در کنارش از برکلی داشتی داریم. برکلی داشتی بسیار فایده میرسانه و این خوب است که از جوشاندن کرده این رقم داخل داشت بسیار خوب آماده میشه، به خاطر که تمام فوایدش که میباشه داخل خودش میباشه. اگر ما رو جوش میتیم تقریبا 30-40% فوایده که میداشته باشه همراه با آب یک جا میشه. بس این رقم بهتر است. کوشش کنی در آماده ساختن غذاها برای خود وقتی میخوای آماده بسازی زیادتر متوجه فوایدش باشه تا به شکل خوب آماده شه. یک بار میریم میبینیم که داخل داشت المینیم فایل وقتی که به دست خود فشار بدیم صدای جغ بغ مواد معلوم میشه، صدا میداشته باشه و احساس میکنیم که داخلش گرم شده و حالا دم گرفتن است. تا وقتی من این گوشت آماده میسازم 100% آماده است با یک طعم و ذائقه بسیار خوب. خب حالا این روغن کم کم داغ میشه، داغ زیاد نمیکنم به خاطر اینکه اگر زیاد داغ شد باز قسمت های گوشت خام میمونه. پیش روش زود پخته میشه ولی داخلش خام است و میخاطر حرارت کم. خب حالا دیگه آیسته آیسته مزم دوری ده داخل ازی قریب نزم بخاطر ازی که سر صدای کرایی بلند میشه و مکمل لباس های منه روغن پر میشه. حال کارش داشت. سرپوش دیگه میگذاریم. این رقم به شکل دمدار هم آماده میشه. قسمت بالایش که حرارت نداره فعلا او رو هم پخته میسازه و هم مغز گوشت پخته میشه. از همه قسمت هاش آماده شد. او کارده که ما زدیم گوشته به خاطر چی بود؟ به خاطر از می بود که از قسمت داخل آماده شد. حرارت پیشتر زیاد ماندم به خاطر از اینکه ما بتونیم قسمت داخل کرایی را همراه با روغن یک جای داغ کنیم. به این خاطر حرارت زیاد ماندیم. حال حرارت زیاد است، حرارت کم میکنیم تا بفهمیم که گوشت 80% آماده شد. 80% وقتی آماده شد حرارت زیاد کنیم، با حرارت زیاد یک پشت گوشت یک کمی که سرخ کنیم خلاص. خب این خواسته است آماده میشه و باز هم یک کاسه که دیگه کار داریم که این را از اینجا میاریم اینجا و یک قاشق هم ضرورت دارم. این رو هم میگیریم. داخل این ساسه که هست به خاطر بسیار غلیظ است و همیشه متوجه ازی باشیم که غذای سرخ شده که آماده میسازیم برای خود بر دفع چربی زو ما باید آب لیمو داشته باشیم یا جوس لیمو داشته باشیم. خب تو یک ساس بهتر است که همراه از ساس آب لیمو اضافه کنیم. هم کمه که نرم میسازم آماده ساسه و همه دیگه یکم بهتر خوب تر میشه. خب ساسم که بازم براتون میگم که تریاکی ساس. خب ساس شما آماده شد. دیدینی چقدر آسان است، چقدر ساده ما میتونیم یک غذای خوب برای خود آماده بسازیم. و از اینکه زیادتر ما برکلی داخل داش بگذاریم خراب میشه، زیاد نرم میسازه خودت. همه قدر کافی است.
از داخل داشت بیرونش میکنیم. بعضی ها میگه خیلی چرا دوستاش نمیسوزه المینیم فایل؟ هر قدر حرارت برش برسه، هر قدر که داشت گرم باشه، وقتی که ما از این قسمت بگیریم دست ما نمیسوزه. مثلا دستکش که باشه باز نمیسوزه. از این مولا میشه تا آماده میشه باید دقیقه دیگه هم میشه. ما میخوایم یک کمی که دیگه هم نرمش کنیم، یعنی با اندازه که ما میخوایم آماده نشده. حرارتش باز هم زیاد میکنه. من این رقم آماده میشه، بعض وقتا میشه، بعض وقتا غذایی که ما میخوایم بدل خود آماده بسازیم آماده نمیشه، یعنی کاملا نرم نمیشه. پس دوباره میگذاریمش تا آماده شده. گوشتی را که یک گذاشتیم، حال نوبت عزیز اولی را که گذاشتیم درش میتیم یک قسم تا همش پشت رو آماده شدم. خب میبینی که رنگ خود هم تغییر میده و همین رقم آماده هم میشه. سرپوش دیگه که نمانم هم لباس ها رو روغنی میسازه، هم چهار طرف دیگه مکمل روغن باد میکنه و یه رقم سر صدا می داشته باشه. به خاطر باید که زیادتر متوجهش باشیم. همیش وقتی روغن یا مواد چیزی سر میز میرسه اگر صافی پیشتان باشه دفعتا همین رقم پاکش کنید، همون لذت تا وقتی گوشت آماده میشه این پاک میشه. ولی اگر این رو بگذاره برای فردا، فرداش پس فردا شده، میفهمه که چی میشه؟ اصلا هیچ پاک نمیشه و ضرورت به موادی می داشته باشه که باید از این خریداری کنی، پیستان مصرف شد و شما او رو تا پاک کنی وقت زیاده رو در برمیگره. میریم یک وقت فکر تا برمیگردیم. با شما هستم دوستان عزیز و بخش سیم برنامه است. گوشت همین رقم آهسته آهسته چی میشه؟ آماده میشه و همین رقم حرارتش کم موندیم تا قسمت مغز گوشت هم پخته شد و آهسته آهسته سرخ هم میشه، رنگ خود تغییر میده، چهار طرف پخته میشه، بعضی قسمت کش زیادتر پخته میشه، بعضی قسمت کش دم پخت آماده میشه. یعنی مطلب ما ایست که ما باید پختش کنیم و اگر کسی که میخوان که داخل روغن زیاد آماده بسنن میتونن داخل روغن زیاد انداخته خوب بیرونش کنن، پختش کنن، بعد از داخل روغن بیرون کنن. ولی ما خواستیم که داخل روغن زیاد پخته نشه تا وقتی که مغزش پخته شه. ما میخوایم داخل روغن کم آماده بسازیم، سرپوش دیگه میگذاریم. این رقم حرارتی که داخل دیگ میباشه و بخاری که میباشه پس اون گوشت از چهار طرف به شکل بسیار خوب و درست نرم میسازه، آماده میسازه. ما میتونیم که به شکل خوب از این غذا استفاده کنیم. خب باید که همین رقم بار بار پشت روشان کنیم تا همه قسمتاشون آماده شه و همه جاش به شکل خوب آماده شد و گوشت هم معلوم میشه که بسیار خوب نرم شده، بسیار نرم خوب شده و بعضی قسمتاش که گوشت بسیار خرد است و نازک است اونایی که آماده شده اونا را ما داخل ساس یا قورمه اضافه میکنیم. خب اونایی که آماده شده یا اضافه میکنیم تا همه مواد برای خود جذب کنه و از اینکه زیادتر رنگشان هم تغییر نمیدیم. نمیخوایم که از اینکه زیادتر پختش کنم، از اینکه زیاد وقتی پخته شوه کاملا میسوزه و رنگ خود خراب میکنه. اوهایی که زیادتر دبلتر هستن و کلانتر هستن اونا را یک طرف میگذاریم و خورترک باشد داخلی پاسه. خب یک سی تو تگر کشست امیگه کام یک کمی سرخ شد بس و این غذا که داخل داشت ماندیم 100% آماده است، کارش تمام پخته و همه تو نظر به بیشتر کمی گرم هم است. یک دانه بشقاب سر برد داریم. خب میبینی مکمل تپش بلند میشه و هیره خم بسیار خوب نرم شده. از این که زیاد نرم ساختنش هم چی میشه؟ باعث ازی میشه که باید از این رزار بین ببره و یک قدر تم خوب نداشته باشه. این رقم ما وقتی آماده بسازیم مکمل تم اصلی خود می داشته باشه و هیچ آبی داخلش هم نمی باشه. خب سه تا دیگهش هم آماده شد.
این همه اضافه میکنیم. کارش تمام شد، پخته شد، گوشت آماده است. و حالا هم نوبت از است که همه گوشت هیره هم مخلوط میکنیم. ساس یا همین مواده که بود همهش به چهار طرف ازید تقسیم شد. و چی خوشبوی میداشته باشه؟ واقعا یک خوشبوی بسیار خوبی دارم. باید به اندازه مخلوط کنیم که همه مواد را برای خود جذب کنم. خب یک سه چهار تا تگک از این گوشتی را که آماده ساختیم اینا را میگذاریم. زیادش چی ضرور باشه که من همیشه باید بندازم؟ همین قدر که یک پرشنه آماده شد همه قدر میگذاریم. و یک چیز دیگه هم بخاطر تزینش یک همه که کنجد بخاطر تزینش اگر استفاده کنی رقم بهتر میشه، رنگ خوبی میداشته باشه و بسیار خوب مالو میشه. از ها میریم یک بار دیگه هم آماده لازم هم میبینیم و برمیگردیم. بال مرغ، بال مرغ، روغن زیتون، بروکلی، آب لیمو، نمک، مرچ سیاه، سیر میده شده، روغن نباتی، توریاکی ساس، دانه کنجد. خب از مواد لازم هم دیده و مواد ما میتونیم یک گوشت بسیار مزه‌دار رو برای خود آماده بسازیم و در کنارش هیچ وقتی فراموش نکنه که بروکلی داشته باشیم. بروکلی که واقعا طعم خوبی داره، لذت خاصی داره و نرم هم شده، یک خوشبوی خواست و میفهمی سبزی ازی همیش باعث ازی میشه که چربی که ما میگیریم یعنی از طریق غذا او را از بین میبره و میرخم آیستش دارم بدن ما را اتو فعالیت میده که چربیش از بین بره. خب این بود غذا امروز. باز هم اگر شما غذایی را میخواید که برتان آماده بسازم و غذای مورد علاقتان میباشه شما میتونید از طریق صفحه فیسبوک تلویزیون یک رفته پیام خدا بگذارید تا ما برتان امروز آماده بسازم. تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز بسپارم. شاد و موفق خوش و خوشحال باشید. خداحافظ.